همین 100 کیلوگرم با پهلوان ازبکستانی بکمراد التبایف نبرد کرده ایستادند. البته برخورد هر دو این پهلوان رو ما چندین مرتبه مشاهده کردیم. بکمراد در مرحله اول نماینده چین رو شکست داد، تیمورایم باشد آزاد بود و همکنون هر دو آگاهی دارند. اینجا یک حرکت تیمور رحیموف نزدیک بود به وزاری ولی برایش امکان دست نداد. در رقابت بین خودی هر دو این پهلوانان تیمور رحیموف پیشرفته‌تر است، پیروزی ها بر جانب پهلوان ما است و امروز باشد. همکنون در قاره آسیا هر دو میانی هم نروسنجی کرده ایستادند. پهلوان ازبکستانی، پهلوان 26 ساله خیلی یک پهلوان پرقوت است. امروز باشد بر مقابل تیمور رحیموف روی گلیم میاد. اصلا اگر از جهت نتیجه ها گیریم از تیمور رحیموف دیده نتیجه های او پستر هستند، ولی امروز گپ سر آن می رود که در همین رقابت کی موفق می شود. اینجا اصول بوقی کردن را تیمور می خواست استفاده برد اما موفق نشد. هر دو مربی ها اونجا توصیه می دیند که چگونه باید پهلوانان نروسنجی کنند. تیمور رحیموف از یکی از پهلوانان خیلی خوشنام و درخشان تاجیکستان است که امروزها البته پیوسته در مسابقه های مختلف کوشش میکند که نتیجه های ارزنده را به دست بیارد. اینجا یک حرکت التبایف چوبختانه تیمور برای او اجازت نداد. خوب او میتواند که اصول بوقی کردن را خیلی خوب استفاده برد اما اینجا داور باز میدارد. تیمور دو مرتبه در میان جوانان آسیا مدال نقره را صاحب شده است در قهرمانی آسیا. با جزانه که از قهرمانی جهان نشانی برنجی دارد میان جوانان، از گرانسلام ها نشانی نقره و سه نشانی در مجموع و امروز برای موفق شدن در قاره آسیا نبرد میکند. تیمور رحیموف در قاره آسیا همکنون موقع اول رو اشغال میکند در رده بندی. این مرتبه برای پهلوان ما دشوار افتاد، نبرد با التبایف. یادوار میشم دوستان عزیز که تیمور رحیموف از اینجا حرکت تیمور در ثانیه های آخر وزاری کار کرد و خوشبختانه میتواند که همین پیشرفی خود را ادامه دهد. حرکت خیلی خوب بود از جانب تیمور رحیموف. تیمور رحیموف چون گفتیم در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان هم تحصیل کرده است، از آنجا کسب تجربه کرده است، دست پرور این درگاه است و امروز هنر و مهارت خود را نشان میدهد. خوشبختانه برای تیمور رحیموف همون یک وزری که صاحب شد، وزری را غالب آورد و رای خود را به دور نیمانی های میبرد پهلوان ما. خوشبختانه امروز ما دست تیمور رحیموف را بالا دیدیم و او رای خود را به دور دیگر هنگار کرد.